خوش آمدید به کنترل روم قسمت 11. این برنامه مخصوص ریستارتی های عزیزه و برنامه های دیگه بدون شرح ها مخصوص غیر ریستارتی هاست که شما ریستارتی های برنامه ها رو نگاه میکنید برای اینکه تبلیغ کنید به عبارتی و عرضم حضور شما که وارد مصاحبه و یا ببخشید مباحثه بشید. خب ممکنه که بعضی از ریستارتی ها ندونه اصلا فرق مصاحبه رو با مباحثه. موضوع مهمیه دیگه، چون دارید ما الان در چند جناح در حال جنگیم برای پیروزی و بسیار هم حساسه و اینکه خطرناک، و همین خاطر اگر چند نفر هم این موضوع رو ندونن من مجبورم که یه توضیح کوچولو بدم که فرقش چیه تا در مکانهایی که میرید برای صحبت کردن بدونید که عرضم حضور شما که موضوع چیه و چگونه باید موضوع رو تشریح کنید. مصاحبه فرقش با مباحثه در یک خط خیلی ساده است. مصاحبه یعنی شما وارد زمین طرف مقابل میشید و مباحثه یعنی شما در زمین خودت با طرف مقابل میجنگید. خیلی ساده دیگه، این شد دو قسمت. پس مصاحبه فرقش با مباحثه در این که در مباحثه شما تو زمین خودت نشستی، دشمن تو زمین خودش میجنگی باش و تا نزدیک مجادله رها میکنی، چون مجادله مال احمق هاست، ما واردش اصلا نمیشیم. ما مباحثه هم حتی مال احمقا میدونیم، ولی به دلیل وجود هیئت همقا در اپوزیسیون ها و گروه های سیاسی و ما شاء الله مجبورید که شما از شمشیرشون استفاده کنید. خب پس مباحثه یعنی من از زمین خودم با زمین مقابل میجنگم. اما در مصاحبه که الان بسیار مهمه اینه که شما وارد زمین مقابل میشید، یعنی مثلا در تبدیل، گروه تبدیلی ها میخواید وارد یک اسپیسی بشید یا یک گروهی خارجی که شیعه است، نمیدونم سنیه، قومه، هر چیزی، یه بلوچه، یه عربه، یک کرده. تو مصاحبت شما تحت هیچ شرایطی حق نداری در زمین خودت حرف بزنی. در زمین خودت یعنی چی؟ یعنی که افکاری رو که خودت داری رو توضیح بدی در مصاحبه. اصلا نباید وارد زمین، در زمین خود نباید باشی. یعنی چی؟ یعنی که شما میگی خب حسین ما این همه برنامه ها رو گوش کردیم که بتونیم ازش استفاده کنیم. بله، اما در مصاحبه شما وارد زمین مقابل میشی تا افکار او رو به سمت افکار ما بکشونی. در مباحثه افکاری رو که فهمیدی میخوای القا کنی. این دو تفاوته. در مصاحبه میری یارو رو بیاری به سمت افکارت، در مباحثه افکارت رو میدی. اصلا مهم نیست که اون بیاد یا نه. پس در مصاحبه قوانین لیدر ریستارت توش وجود داره. پس نمبر 1، در مصاحبه شما وارد زمین مقابل میشی. نمبر 2، با مهربانی و نرمی وارد میشی. چون زمین مقابل دیگه، زمین شما نیست دیگه، مهمانی، مهمان تکلیف نداره دیگه، صابخونه نیستی. اونجا صابخونه ای تو مباحثه و از مرز خونت و از مرز کشور دفاع میکنه. من در مصاحبه شما مهمان اونجا. اون نمیدونه یا میدونه، شاید هم در یک سری موارد از تو خیلی قوی تر باشه، مثلا یک نونوای بسیار قوی، یک تو اصلا نونوایی بلد نیستی. لازم نداره. در مصاحبه وارد زمین مقابل میشی و خیلی هم به نرمی و مهربانی وارد زمینش میشی، به دنبال نقاط مشترک و فصل مشترک و خط مشترک میگردی.
به نرمی از زمین طرف مقابل خارج بشه. افکارت رو در سوال آنچنان به او میگویی که او برای خودش در زمین خودش سوال طرح کنه. همین بازی رو تو بردی، یعنی اون احتیاج نداره که پاسخ بده به شما یا شما به اون پاسخ بدی. اصلا یه مثال ساده بزنم متوجه، یعنی این که شما در زمین اون فقط اونو میبری به یک سوال، اون برای خودش در زمین خودش ویروس تو وارد شده دیگه، حالا از خودش داره سوال میکنه. در زمانی که داره خودش سوال میکنه برو بیرون. یه مثال بزنم، مثلا یکی بیاد بگه که آقا ما کردیم اصلا نمیخوایم با سرزمین پارس. اوکی، ابتدا وارد زمین اون میشه، میگه خب اوکی خیلی خوبه، ما یه سارتی ها مخالف سرزمین پارسی، ما میخوام کرد باشیم، چیکار کنیم؟ ما میخوام بیایم تو زمین شما، اصلا شما امپراتوری کرد، اصلا شما ما میخوایم امپراتوری پارس بزنیم، اصلا امپراتوری کرد میذاریم. اوکی، میگه چرا حالا اینجوری شده؟ میتونم میگه آره برای اینکه پدر ما رو درآوردن، ما رو کشتن، کشتار کردن. آیا این اتفاق نیفتاده برای کردا؟ افتاده. ابراز همدردی میکنه به نرمی و مهربانی، ابراز همدردی میکنه. یعنی بحث دوم اینه که ابراز همدردی کنی. بله واقعا حق با شماست، واقعا راست میگی، همتون رو کشتن، همه سختی داریم میکشیم، پدر شما رو در هم حکومت شاه در آورده، هم قبلش در آورده قاجار، هم الان حق هم داری واقعا حق. پس این ابراز همدردی میشه، نقاط مشترک پیدا میکنی توش. خب مثلا شما میدونی که شما مثلا فلان فردتون ریستارتی بوده، شما مثلا میدونی، یا مثلا یه جاهایی ما با هم مشترکیم دیگه، این جاهایی که مشترکیم، مثلا شما میدونی که شما کاوه آهنگر چی میگه، یا مثلا نوع نگاه ما هم میدونی چیه، یعنی ما با شما موافقیم، در این نقاط پیدا میکنیم، این نقاطی رو پیدا میکنیم توش، این فصل مشترک رو یادآوری میکنیم براش، و با سوال، با طرح سوالهای بسیار ساده که اون خوشش میاد. مثلا وقتی میگی، مثلا مثال وقتی میگی کرد، با کردا باید راجع به اسلحه صحبت کنی. میدونی اولین مشکل شما چیه؟ ما هم مشکلی که ما هم داریم، ما که میخوام وارد کردستان بشیم، بزرگ که امپراتوری کردستان، فارس رو فراموش کن، امپراتوری کردستان، ما که میخوام وارد چیم نباید اسلحه داشته باشیم. میگه بله، میگه اینجا جاهایی پیدا میکنی روش انگوش میذاری، اونجا نکته های بسیار مهمه. حالا باید اسلحه داشته باشی، این اسلحه رو بخوا بذاری، نباید یه قوانین اساسی داشته باشی. بله، خب قانون اساسی رضا پهلوی رو می‌خوایم، یا مثلا به نظر شما جمهوری باشه، یا دوران قاجاریه خوبه، یا کوروش. خب کوروش، خب اوکی، این قانون کوروش کی میدونه؟ یواش یواش ببین، نرم، به نرمی داری نقاط مشترک پیدا می‌کنی، باش حرف می‌زنی. این قانون اساسی کوروش کی میدونه؟ هر کی چهار چی شما بگی، شما کسی رو دارید که قانون اساسی کوروش بلد بشه؟ نداریم. اوکی، شروع میشه دیگه. بعد اینجا انجام میگی، حالا به نرمی زمانی که متوجه شد میکشی بیرون از زمینش. یواش 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 میبینی شما با طرح سوال هایی که کردی، اون داره فکر میکنه کی قانون اساسی داره، کوروش چجوری بوده، افکارش رو میبینی. اون اجازه بده تصمیم میگیره که میخواد مباحثه کنه یا مصاحبه. دفعه بعد که برگرده شرایطش فرق میکنه. مهمترین کاری که توی ریستارتی باید بکنی کاشتن ویروس آریستوکراسی و تفکرات ما در ذهن اونه. همونه، اون ویروسی خوش عمل میکنه، خوش فکر میکنه. پیش من میخوای بری کردستان، میخوای بری، خب کجا میخوای بری؟ میخوایم مستقل باشیم. چه قانون اساسیتون چیه؟ به ما بدید، ما میخوایم بخونیم که ما دیگه نمیخوایم همدانی باشیم، یزدی باشیم، کرمانی باشیم، ما میخوایم فقط کرد بشیم. یه تو کشور شما دیگه، ما از اینجا که فرار میکنیم به جایی که بریم پناهنده کشور دیگه، میخوام به پناهنده شما شیم. قانون اساسیتون چیه؟ خیلی نکته مهمیه. نکته دوم اینه که ریستارتی عزیز، زمانی که دارید در صفحه شطرنج بازی میکنید، بدونید که بازی نمیکنید. این اولین درس مهمه.
درسته که من دارم با کاسپاروف شطرنج بازی میکنم، ولی واقعا بازی نمیکنم، میخوام بازی رو ببرم. دعوا بین دو تا دیکتاتوره، دیکتاتوری به نام کاسپاروف، دیکتاتوری به نام حسینی. انقدر بازی های شطرنج وجود داره که بازی وجود داره، یارو وزیرشو میده، اسبشو میده، رخشو میده، فیلشو میده، وزیر میبره. یعنی یه شاه داره و یه پیاده وزیر میبره. یعنی وزیر داره، فیل داره، رخ داره، اسب داره، نفر مقابل یه وزیر داره، یه اسب داره، یه رخ داره. از این ضعیف داره. این رخشو میده، اسبشو میده، وزیرشو میده، فیلشو میده. یارو میگه چقدر خنگه، بازی رو میبره. بازی داریم گامبیشای گامبیشای شاه حرکت میکنه، خونه جلوی فلان میره جلو، گامبی وزیر فلان اتفاق میفته. وقتی گامبی وزیر بازی میکنه، ما داریم گامبی وزیر بازی میکنه، اما بچه ها حواستون باشه ما تو گامبیشاییم. گامبی وزیر دیگه، گامبیشایی گامبیش وسط گامبی وزیر بری تو گامبیشا بازی رو باختی. ما سه تا گزینه روبرومونه، دقت کنید این خیلی مهمه. شما یه استراتژی بزرگوار. یک، تبدیل. تبدیل یعنی اینکه ما قرار داخل کودتا کنیم، باید وارد مصاحبت بشیم باشون، باید وارد چین تبلیغ کنین، واسه شون توضیح بدین و خودتون همیشه به عنوان یک آدمی که کمتر از اون میفهمه در مصاحبت مهمانی. کی دیدی تو یارو بره تو خونه مردم بگه آبا بیا نمیفهمیم؟ نمیشه که تو خونه مردمی، تو زمین مردم، یارو بچه شیعه است، تو از اینجا تا اینجاش فلسفه شریعتی تو راجع طریقت حرف بزنی میره. یعنی تو کافیه فقط حرف کمال مثلا ملک شعرای بهار بزنی، بگی که سعدی پیغمبر، بگی گور پدر ملک شعرای بهار، گور پدر همه اینه. پیغمبر شخصیت داره، یه دایره داره تو سرش، یه ذهنیتی داره که اون پیغمبره که دوتا دست اینجوری داره و حرکت ها اینجوری میکنه. یه پیامبری برای خودش ساخته، ساخته های اون زمین اونه. با احترام وارد چی؟ و اونجا حرکت کنیم. پس در تبدیل ما داریم چی کار میکنیم؟ در تبدیل داریم تلاش میکنیم که بهشون بفهمونیم که آقای خامنه‌ای زنده است، ما دنبال دموکراسی هستیم و جمهوری اسلامی یا جمهوری که بچه هرچی بچست به امام زمان، ما میخوام بچست به امام زمان، ما حتی کاری به این چیزا نداریم. حالا اومد آقای خامنه ای سوال ازش میگه آقا اگه آقای خامنه ای گفت لیدر رهبر بعد تا من هستم که من امام خامنه ایم، بعد از من آقای حسینی، نظر شما چیه؟ شما همین سوال آقا حسینی ها چه شاید شما بگیر، اگه ایشون گفت قبول میکنی؟ سوال مهمه دیگه. پس در تبدیل، تبدیل حرکت کنید. سه تا گزینه ما، یکیش هوایی، دو تاش زمینیه دیگه. هوایی یعنی الهی، یعنی اینکه یه اتفاقی میفته، مثل سال 95 من تلویزیون نداشتم، تلگرام باز شد و بتونم تلویزیون نداشتم، با یه دلار شروع کردم برنامه رو دادم، ریختم همه رو به هم، شما هم ریختین به هم، اومدین حرکت کردین، با هوشا رو جمع کردم، ایرانی‌ها رو تقسیم بندی کردم، یک ارگانیزیشنی درست کردم که ارگانیزیشن نیست، قوی ترین ارگانیزیشن تاریخ سیاست داخلی و خارجی ایرانی در طول این چند هزار سال منم رهبرش. یعنی ارگانیزیشنی من تولید کردم که ارگانیزیشن نیست. یارو میگه مثلا مجاهده خواهد چقدر ارگانیزیشن، برای چی؟ برای اینکه اونا دارن بیرون میبینن، ولی ما یک فلتیم، یه لیدر داره جلو حرکت میکنه، همه هم توی فلت داره حرکت میکنن، ارتفاع دست منه دیگه، هر وقت نمو یه ارتفاع میدم یارو میره بالا، بازی ارتفاع، یه ارتفاع، ما در طول عرض حرکت نمیجریم. این کرم ابریشم دو بودیم، اینجوری داریم میریم، ولی ارگانیزیشن پروانه نهفته است در کرم ابریشم. اونا بابا نمیدونن. میرسیم به زمانی که فقط لیدر اعلام میکنه اپیله ها بیاییم بیرون، حالا بریم تو خیابون شعار میدیم روی استارت، اونجا ها میفهمن. مثل اون فراخانی که دادیم به بی بی سی، بی بی سی همین دستوری که خودش عصبی شده بود، 500 هزار تا اومد مثل ورشوک ریختیم همش رو به هم. پس شما یادتون باشه دخالت در حرکت لیدری نباید بکنید. ما یک کرم ابریشم دو بودیم، طول داریم، ما عرض بعد از
کرمبش میایم بیرون میشیم پروانه، شکل ما متفاوته، به این میگن آریستوکراسی. همه محو میشن، قول بهت میدم بالای ما رو که ببینم میگم وا چقدر هر کدوم چقدر زیبان، سیمرغ پروانه میشیم، با هم دیگه یار میشیم. ما مثل اپوزیسیون دیگه نیستیم که فلان وزیر، وزیر فلان فلان، این که بیرونه اینا همه خرچنگن، گروش درسته ارگانیزیشن که خرچنگه، ارگانیزیشنشون الاغه، رضا پهلوی ارگانیزیشنش گاو الاغ چهار پاه، بعد پا داره چهار تا داره میتونه ار خیلی هم خوب حرکت میکنه، میگه من ارگانیزیشن دارم. شما رهبر یه گاو باشی چند تا گاو، من نمیدونم چه ارگانیزیشن، هر کسی میتونه یه افسار بخواد بندازی یا بگیری یا اونا هم همینطور این گاو حرکت میکنن. ارگانیزیشنی در جهان دکترین سیاسی لیدری سار توش هست که ارگانیزیشنی باشه که ارگانیزیشن نیست، هیچ کی نمیتونه رهبرت رو بکشن، منو بکشن کل اپوزیسیون رو عوض، هیچ کاری نمیتونن بکنن، هیچ راهی ندارن جز اینکه دو زانو بشن روبرومون. پس دو قسمت شد، خاص قسمت اول الهی، یعنی یه اتفاق میفته من یهو فردا صبح رسانه دار شم، مثلا ما تیپی کسی رو دیدیم بچه‌ها، ما رسانه دار میشیم و ما یه دونه تلگرام داشتیم، رادیو اینترنتی اینجوری کردیم، رسانه دار بشم که هیچ خریدی که رسانه دیگه نگاه نمی‌کنه، تمام خبرها فقط از ما میاد بیرون، اندیشه ها اونجا، من ارگانیزیشن خبری تولید می‌کنم. وقت می‌بینی که واو چقدر یه سورتیاتش قدرتمندن، چقدر بعد آدم‌های با سواد دیگه گروه‌های سیاسی دیگه هم جذب می‌کنیم، اونا ببین آدم‌های با سواد رسانه ندارن، همه اینا ما بایکوت هم تو نمی‌دونی اینو، یعنی هر کسی که دیدی تو شبکه من و تو داره حرف میزنه سیفونو بکشی مادر قوضه، هیچی نمیدونه، چون مال قاجاریه بوده، چون بهایی و زرتشتی و یهودی و اینا بوده، این مادر قوضه داره حرف میزنه، فقط همین دم کونش خال داره، بقیه فیلسوف دم میگم شلوار رو کشه با این خال نداره، این دیگه نمیدونه، این فیلم هندیه، فقط اگه خال تو هم باسنش داشته باشه میتونه مصاحبه کنه، میگم کارش مثلا شده فلان، یه مش گاف اصلا نمیذارم گاف، یه مش 40 نفر جمع شدن منو فرش کرد 20 بعد جری بر خسی بود، گاف گاف این ارگانیزیشن رو میخوام، نه ما این نیستیم، ما بسیار باهوشیم، ارگانیزیشن ما پس دگردیسی توش داره، اینا راجب ققنوسی که از ما دزدیدن راجب سیمرغ حرف میزنن، مرتی که احمق هنوز نمیدونه مفهوم ققنوس چیه، دگردیسی توش داره، یعنی همینطور که داره کرم میره همه میگن کرمه که این داره شاه میشه، آقا این چه این شکلی، این چه بان میزنه، یا ابرفت تمومه، تا ابرفت دهن تموم نمیدی تموم. پس الهیش نیک ما رسانه دارشیم، یا پاتریوتو یه قوی شد، چه پاتریوت های مثلث ترامپ اینا، چه پوتین اینا، فرق نمی کنه. اومد فردا ترامپ اتفاق، این الهیه، یعنی اتفاقه، یعنی اینکه یهو میگیرنش، همون عکسی که من زدم این بر رجایی اون بر عرضم حضور شما که بنی سعد وسط بایدن گوشه، اون اتفاق افتاد، اومد افتاد، خب اینا که دیگه همه پاتریوت میگه همه با هم، اون یه اتفاقه، اونجا دیگه نه تبدیل نه تغییر، حالت دوم حالت زمینیه، متصفشت زمینی داریم بازی میکنیم، یا باید بریم سراغ تبدیل یا باید بریم سراغ تغییر. تبدیل چرا میریم؟ برای اینکه این مادر قوام ها رژیم رو وردارن ایران تجزیه کنن، ما با کمک به تبدیلی ها، کمک به بچه های مذهبی شیعه و سنی اجازه تجزیه نمیدیم، این خیلی نقطه مهمیه، کشوری که تجزیه بشه ما لازم نداریم که، پس ما میریم کمک کنیم، تموم شد، میریم اگر اومدن جلو صادقانه اوکیه، وای نات، و سراغ تغییر یا راجب ائتلاف، راجب حرکت‌های سیاسی، دیدار با کنگرسمناس، شرساتی، یک گروهی از یک جایی از یک کشوری با یه تفکری با یه دیدگاهی میان وسط، میریم برای تغییر، اونجا باید اعلام کنیم که آقا ما اینجوری شدیم، اینجوری داریم میریم. پس از هوایی را رها کن، هوایی خودش هر چه خدا خواست هم میشه، بذار خودش انجام بشه، ما داریم زمینی حرف میزنیم، وارد تبدیلیاشین بازی نکنید، بازی کنید، وارد شید مصاحبه، درگیر شید،
حرف بزنید. و همونطور هم که گفتم دو سه نفره بیشترم نه، دو سه نفره با هم، حتی با هم هم میخوان حرف بزنید، دو سه نفره حق ندارید، چهار پنج نفر ده نفر، مگر اینکه هم با هم همدیگر بشه میگیم ما پنج نفر عاشق هم دیگیم، بزرگترین مردان و زنان رفیق صمیمی، مشکل ده نفر بشه. ولی اگر تو ده نفرتون دو نفرتون با شما درگیر باشن، شما حرف لیدر تو گوش نکرد، لیدر دو سه نفر، هر کسی که با همین دو سه نفر، دو سه نفر میتونیم با هم حرف بزنیم، هر کاری میخوام کنیم، تصمیم میگیریم، ولی همده خطوطا رو ریختیم. ولی خب دوستتون داریم، خوب بوده تا الان، هم ویدیوها خوبه، هم حرکتاتون خیلی خوبه و بعضی تصاویری که میسازید خیلی خوبه، عکسایی که میذارید خیلی خوبه. و فراموش نکنید که خود شما دارید یاد میگیرید، شما هم دارید یاد میگیرید دیگه، هر صفحه هر با هر بازیکنی روبروت یک بازی جدید شطرنج و باید هم یاد بگیرید. برای چی باید یاد بگیرید؟ برای اینکه قراره که حکومت از شما باشه دیگه، یاد بگیرید دیگه. مرسی، تا برنامه بدرود.